در وزن 69 کیلو داوود قنبری از جمهوری اسلام ایران با دو آبی پشت به تصویر در مقابل مکلوری از امریکا با دو قرمز مبارزه میکنه در ثانیه اول مبارزه مکلوری موفق میشه با یه زیرجیری داوود برای رو خاک کنه و اول این امتیاز از او بگیره در خاک میره سراغ فن بارانداز صدر فن بارانداز رو به اجرا بذاره در مایه بارانداز پارو در سگک میکنه میره سراغ کتف مخالف صدر کتف مخالف رو به دست بیاره همچنان روی حریف خودش رکاب میزنه که داور وسط کشتی رو سرپا میده چه یک بر سه به نفع دوبنده قرمز مکلوری از امریکا مکلوری حالا یه لحظه گارش باز میشه قنبری زیرگیری میکنه و امتیاز رو یک چک مساوی میکنه در خاک پاره از سگگ دوب میکنه و سعی میکنه در مایه سگگ دوب اینجا بارانداز رو در مایه سگگ دوب به اجرا میذاره و موفق میشه دو امتیاز بگیره سگگ رو نشه از حریف و گول زد و از طرف دیگه موفق شد یه بارانداز زیبا و تکنیکی به اجرا بذاره و دو امتیاز رو بگیره حالا در خاک میره تو سراغ کتف مخالف همچنان زمینی که پا در سگک هست میره سراغ اوج بند تا امتیازات رو مشاهده میفهمید چهار بر یک به نفع قنبری موفق میشه در ثانیه اول مبارزه از حریف خودش چهار امتیاز بگیره چون در کار دنبال میشه روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتی گیر لاری برای با اقدام میکنه خاک میکنه قنبری رو و حالا کشتی رو چهار بردوم میکنه چهار بردوم میشه مبارزه میره برای فیتیل پیچ صدر فیتیل پیچ رو جفت جور کنه حالا به دنبال بارانداز از سمت راست چپ تلاش زیادی میکنه تا اینکه بتونه بارانداز رو به با اجرا بذاره نام و نمیتونه به اجرا بذاره داور وسط هم کاملا نظارت داره تو اینکه فنون خطر اجرا نکنن و دا داور کشتی رو سرپا میده نتکشی چهار بر دو به نفع داوود غنبری از جمهوری اسلامی ایران ما در کشتی با امریکایی خوب عمل میکنن بچه همون امریکایی قدرت بدنی دارن از اما از تکنیک واقعا نسبت به ما ضعیف هستن و برتری تکنیکی ما همیشه باعث شده که در اکثر کشتی کشتی ها ما امریکایی رو بتونیم شکست بدیم پس بینگر اینه که تکنیک بالاتر از قدرت و آمادگی هست هم آماده هستن هم قدرت من به خاطر کار کردن اصولی با وزنه اما تکنیک های ناب ایرانی دلاور کشورمون دیدیم که اکثر کشتی ها رو با یا پیروز شدن حملات پی در پی خودشو مکلاری به اجرا میذاره اما نامفق و نمیتونه نتیجه بگیره باز هم حمله میکنه ببینید در ماه دستو میره زیرگیری کنه همچنان زیر کتفان غنبری میزنه غنبری هم استادان و زیرکان کشی رو اداره میکنه اما تقاضا اختار میشه برای غنبری درست هم هست یه دفاعی مطلق و مکلوری ترجیح میده که در سرپا کار دنبال کنه یه زیرگیری از قنبری حالا تبدیل میکنه به مچه تا با تادل حریفو به هم میزنه از همونجا دو کشتی توش خارج میشن در کشه قوس و امتیازی در نظر نمیگیرن برای دو کشتی و درست هم هست یه لحظه قنبری خوب به پا رسید اما به دنبال اون دیگه نتونست از حریف خودش امتیاز بگیره و او رو خاک کنه مایدو دو دست دست در اختیار مکلوری از همونجا با یه دستور خاک میکنه حریف خودش قنبری و کشتی چهار بر با یه دستو زیرگیری میکنه و بعد از اون خاک میکنه سراغ فیتیلی پیک میره اگر فیتیلی رو اجرا کنه برنده خواهد شد همچنان منصرف میشه از فیتیلی بیچ میاد تا اینکه فنون خاک رو به اجرا بذاره در خاک ضعیف است از مکلولی مشخص چیزی نداره این کشتی در خاک و به خاطر مکس و تلاله بیش از حد داور کشتی رو سرپا میده آقای امیرزا خادم هم از کنار تشک صحبت میکنه با همچنان آقای مجید ترکان صحبت میکنم و ببینیم که برای امتیازات هم یه مقدار اعتراضی شده و فیلم دوباره بازبینی میشه و بعد از اون رأی رو را اعلام خواهند کرد ببینیم که چه رأی رو را خواهند داد همچنان آقای مجید ترکان بله پار خطا کشید از نوعی زانو احساس ناراحتی میکنه پزشکی مسابقات میاد و زندگی آقای مجید ترکان و این هم آقای امیرزا خادم که نگران هست و میگه که اجده بده تا او رو مداوا کنن تا امتیازاتم امتیازات هم مشاهده می فرمی در 18 ثانیه وقت باقی مونده چهار برسه کشتیگیر ما قنبری پیش هست خیلی همیز خادم نگران و مستره حالا می دونه که مربیگری سختتر از از کشتی گرفتن واسه با دیگه پای قمبری مداوا میشه. برمیگرده مبارزه برای اقدام میکنه و سعی میکنه که با کار کردن دست از خودش امتیاز بگیره. مکلوری کشگیر آماده امریکایی برزی اقدام میکنه کاشیگیر ما و از کار رو به اون نمیده همچنان در سرشاخ کار دنبال یک بار دیگه بازی اقدام میکنه قمبری زیر بالا میره پرپای قرصا کمی داره اینجا تا رو به هم میزنه میدونن که خاک کنه از حریف خودش هم چنان به هم میپیچن ما رو پاره در مایه اجدر بند میبره مکلوری اما امتیاز نداره در این حالت هنوز تسلط پیدا نکرده رفته رفته میره که بتونه خاک کنه قمبری رو اما پا درگیر هست و امتیازی داده نمیشه در این حالت و همچنان به هم دیگه میپیچن های پایانی به اتمام میرسه و چند ثانیه دیگه باقی نموده همچنان کشتی گره خورده و هم راه نمیدن و داور وسط اینجا کشتی رو سرپا میده داور وسط کشتی رو سرپا میده و ببینیم که چند ثانیه دیگه بیشتر باقی از وقت باقی نمونده باز هم مکلاری میزنه زیر کتفان قنبری قنبری دفاع میکنه نگاهی به ساعت میندازه و تقاضای اختار هم میشه برای قنبری اما دیگه ثانیه پایانی است این بار هم زیرگیری میکنه مکلاری در همین لحظه وقت به اتمام میرسه اینکه داور قبلا سوز زده بود خب نه سوز زده بود وقت تموم ام نشد اما به خاطری که سوز زده بود دیگه زیرگیریش به وجه نمیدن ادامه بده باز هم زیرگیری میکنه با خیمه قنبری مواجه میشه چه حملاتی رو به اجرا گذاشته یک لحظه آروم و قرار نداشته مکلوری در این لحظه وقت به اتمام میرسه وقت به اتمام میرسه در یک کشی سخت و دشوار موفق میشه داوود غنبری از جمهوری اسلامی ایران مکلوری از امریکا رو شکست بده و یه پیروزی بو ارزش نائل بشه کشتی بسیار خوبی گرفت مکلوری هم واقعا یه بازنده سرفراز بود یک سره کار کرد حالا میخواد کشتی بگیره مکلوری نمیدونم چی فکر میکنه وقت تمام شده ساعت رو مگه متوجه نشد نمیدونم در این حال دار و سعد دست قنبری رو به فرد پیروز بالا میبره اون دارم رقابت ها مورد توجه و اینت قرار گرفته باشه تا فرصتی دیگر خدا نگه